من دیگه سوال جواب نمی کنم. چند نفر اینجا اندروید کار میکنن یا چند نفر اینجا یو آی میسازن؟ چون حدس میزنم همتون مشغول ساخت یو آی باشید. حتما شاید کسی به صورت تخصصی روی ساخت یو آی وقت نظر کار نکنه، ولی کم کم همه توی پروژه درگیر این هستیم، چه یو آی مون پیچیده باشه، چه یو آی ساده باشه، چه یک صفحه یو آی داشته باشیم، چه صد صفحه یو آی داشته باشیم. این که میگیم ساخت یو آی به صورت دیکلریتیو، اول ببینیم چی هست اصلا. این واژه از کجا اومده؟ جدیدا خیلی مد شده، زیاد سرچ کنید نتیجه زیاد میاره. و شاید جدیدترین انتری هم که باشه تو این زمینه معرفه جت پک کامپوز هستش، که جت پک کامپوز خودش میاد میگه کار من، رسالت من ساخت یو آی به صورت دیکلریتیو هست. اینه که حالا یکم باز دیکلریتیو بسته به هر کس فرق میکنه، بسته به هر ابزار فرق میکنه، بسته به هر اصلا توسعه دهنده فرق میکنه، ولی میتونیم در حالت کلی بگیم که دیکلریتیو یه فرم خیلی ساده از ساخت هر آبجکتی، حالا هر چیزی هست که شما به جای اینکه یه چیزو دیفاین کنید، مقدار دهی کنید و حالا خوشبر برید در این زمینه، بیان بگید فقط دیکلرش میکنم که اینطوری باشه. یعنی من میگم که این آبجکت باید باشه، این مشخصاتو داشته باشه و تمام. این میشه ساخت یو آی به صورت دیکلریتیو. حالا واسه اینکه برسیم به ویژگی و مزیت‌هاش، اول شروع کنیم از مدل‌های دیگه ساخت یو آی بگیم، برگردیم به مدل قدیمی‌تر که ساخت یو آی به وسیله XML هستش. فکر کنم دیگه همه با XML یه یو آی ساخته باشن. بعد این روش چیه؟ اول از همه کدش رو سمت راست می‌بینیم. در کمال تعجب باید بدونید که XML دیکلریتیوه. یعنی این همه ما تلاش میکنیم به صورت دیکلریتیو یو آی بسازیم، خود XML آلردی دیکلریتیو هستش. شما عنوان میکنید که چه یو آی رو میخوای با چه ویژگی هایی و اون یو آی واسط ساخته میشه. ولی مشکلاتش چیه؟ اینه که اول از همه مثل یه صفحه وب استاتیکه. نمیگیم که نمیشه ماژولارایزش کرد، نمیگیم که نمیشه ریوزش کرد، ولی خیلی سخت هستش. ریوزش با تگ های مثلا اینکلود یا مرج صورت میگیره، شما یه لیات رو تعریف میکنید یه جای دیگه و اینو بعدا توی لیات های دیگه تون استفاده میکنید. از این نظر قابلیت ریوز داره، ولی اون ریوزی که بخوایم همه بخش هاش رو ریوز کنیم یا در همه جا ریوزش کنیم یا در یک صفحه فقط با ریوز کردن لیات های قدیمی و یک صفحه رو بسازیم، ممکن پذیر نباشه. بخش دیگه ماژولار کردنش که سخته شما یک ماژول بسازید از یک XML. اونم به خاطر که خیلی کارها نمیشه کرد. ماژول کردن کد خیلی راحته، ولی به علت اون محدودیت هایی که XML داره ساخته یک ماژول تمام عیار به اون صورتی که ما توی کاتلین یا جاوا استفاده میکنیم خیلی سخت هست. مورد بعدی این که از کد جدا، یعنی ما هر چقدر زور بزنیم یو آی مون رو بسازیم، هنوزم لاجیک یه جای دیگه صورت میگیره. حالا جلوتر میبینیم که شاید الان مزیت باشه بگیم یو آی از لاجیک جدا، ولی یه سری مسائل هستن مثل لاجیک هایی که مستقیما به یو آی مربوط میشن، مثل لیسنر هامون. اینها رو در بهترین حالت بتونیم فقط بگیم این متد به عنوان این لیسنر به یو آی معرفیش کنیم، ولی اینکه بخوایم کد های لیسنرمون و لاجیکمون رو مستقیم واسه کنیم به یو آی، این توی XML امکان پذیر نیست، لااقل توی خود XML. حالا با دیتا بایندینگ یکم قضیه فرق میکنه. دیگه اینکه اینفلیشن کاست داره، یعنی XML به صورت نیتیو شاید اصلا تو اندروید نبوده. واسه ساخت یو آی، حالا میگیم چرا یو آی رو اینطوری میسازن، تصمیم گرفته شد که از XML استفاده بشه و واسه اینکه شما به ویوتون دسترسی داشته باشید، به یو آیتون دسترسی داشته باشید تا حالا تغییرش بدید، نیازمند این هستید که اول اینفلیتش کنید و این کد XML رو تبدیل به آبجکت های جاوا کنید. و یه سری مسائلی که خود XML کلن داره، XML تایپ سیف نیست، نال سیف نیست. شاید لینت زورش رو بزنه که یه سری چیزها رو تشخیص بده که این تایپ درست داده نشده یا اینجا نال یه مقداری داره پاس داده میشه، ولی واقعیتا میخواییم حساب کنید خود XML به این صورت نیستش و خیلی اوقات پیش میاد که شما توی ران تایم به یه کرشی برمیخورید که ریشهش رو میگیرید، میرسید به اینفلیت کردن توی فرگمنت یا توی اکتیویتی. یعنی همون کدی که داره XML رو اینفلیت میکنه همون کد دقیقا کرش کرده. حالا اینجا
خیلی ها میان شروع میکنم به مقایسه دیکلریتیو یو آی با ایکس ام ال، ولی واقعا هنوز یکم زوده، هنوز آپشن سومی هست که شاید خب خیلی محبوب نبوده ولی به صورت خیلی قبلی از سالیان پیش وجود داشته و اونم ساخت ویو درون کد بوده. سمت راست کدش رو نگاه کنید ببینید کد خیلی تمیز و خیلی زیبایی نیستش، ولی کد کارآمدی هست به خاطر اینکه همه کد در اینجا هستش. یعنی شما هم اون ویو رو دارید، هم لاجیک های ویو رو دارید در یک مکان، و مهمتر از همه از همون لاجیکی که زبان برنامه نویسی به شما امکانش رو داده میتونید استفاده کنید برای ساخت خود یو آی. مورد بعدی این که سیفه در کامپایل تایم، یعنی به هر حال چون کد موقع کامپایل چک میشه و بعد کامپایل بشه یه چکافی صورت میگیره روش و حداقل یه سری از مشکلات XML رو نخواهد داشت، و طبیعتاً هم چون XML نیست که بخواد اینفلیت بشه یک قدم خواهناخواه اسکیپ میشه و کد شما سریعتر خواهد بود. بحث مودولاریتی یا ریوزش هم که دیگه خیلی جای صحبت نداره، همونطور که کد رو میشه ماژول کرد، همونطور که کد رو میشه ریوز کرد، کدی که باش ویو هم نوشته شده خیلی راحت میشه ریوزش کرد یا به صورت یه ماژول جدا معرفیش کرد. ولی مشکلی که داشت چی بود؟ مشکل اینه که ساخته یک صفحه خیلی ساده که شاید تمام صفحه هم نبود اصلا، نصف صفحه هم نمیگرفت به زور، این مقدار کد میخواست از همش جا نشد من نمایش بدم. اینم دلیلش اینه که کد خیلی وربوسه، یعنی این مدل تعریف کد مثل جاوا خیلی اضافات دارید شما. اگه بخوایم بیایم بهش نگاه کنیم دقیقتر، شما چیکار میکنید موقعی که کد رو میایم ویو رو درون کد میسازید؟ شما یه آبجکت تعریف میکنید، این آبجکتتون یا آبجکت ویو هستش، مودیفایش میکنید با حالا توی جاوا با مقدار دهی متد، با فراخوانی متد مقدار دهیش میکنید، معمولا گتر ستر داره، توی کافین شاید یکم تمیزتر باشه، و در نهایت به اون ویو کلیتون ادش میکنید. این سه استپ، حالا استپ وسطیش هم بذاریم کنار، استپ اولی یعنی تعریف این ویو و استپ بعدی یعنی اضافه کردن این ویو، خودشه اوورهد اضافی به کد اضافه میکنه. در واقع میشه گفت یه بویلر پلیتی هست واسه کد شما که واسه هر ویوی که میخواد اضافه بشه این مرحله باید تکرار کنه، و خیلی راحت میتونه این مرحله از دست خارج بشه. خیلی ممکنه یه جایی اشتباهی چیزو مقدار دهی کنید و متوجه این قضیه نباشید، و جاوا هم هیچ امکانی برای اینکه متوجه این قضیه بشید فراهم نکرده، واسه همین کدتون سخت میشه خوندنش و طبیعتا نگهداریش هم سخت میشه. اینجاست که مبحث دیکلریتیو یو آی معنی پیدا میکنه. دیکلریتیو یو آی، حالا کدی که سمت راست میبینید در واقع کد یک صفحه ستینگ کامل هستش، درسته که در یک دیده نمیشه ولی به صورت کلی هم نگاه کنید از دور به کد یک کد قابل فهمی هست، مشخصه که هر ویو کجا شروع میشه کجا تموم میشه، سکشن بندیاش مشخصه، واسه همین طبیعتا خوندن و ادیت کردنش هم راحت تر خواهد بود. این کد خیلی کانسایس و آیدومتیک هست، حالا جلوتر بهش میپردازیم که به چه صورت، و کامپتیبل هم هست، یعنی لااقل ماژول هایی که باش مینویسید در اون جاوا و جای دیگه هم قابل استفاده هست. خب بخوایم حالا دیکلریتیو یو آی یه بار دیگه ساده تر تعریفش کنیم، تعریفش میشه در واقع یو آی تون رو همونطور، ویو تون رو همونطوری تعریف کنید که در اون XML تعریف میکردید، با این فرق که این کار دارید در این کد انجام میدید. پس طبیعتا همه اون امتیازاتی که تعریف ویو درون کد داشتم شما دارید، یعنی کدتون همه تو یک جا هست، میتونید از لاجیک استفاده کنید، کدتون سیف هست، افیشینت هست و ماژولاریتی خوبی هم میتونید واسه کد داشته باشید. منتهی بعدی که داره اینه که متاسفانه دیگه خبری از پریویو نیست در اینجا، شما بعد از حافظه خودتون کمک بگیرید که ببینید چی ساختید. اونم ممکن از تخیلتون، البته جلوتر میپردازیم خودش در واقع پریویو نداره. یه گریزی بزنیم به ریاکت نیتیو یا فلاتر، کیا اینجا هستن که ریاکت نیتیو یا فلاتر کار کرده باشن؟ دوستان کم نیستن. حالا از دوستان ریاکت نیتیو یا فلاتری اعلام کردن که ما این مدل ساخته یو آی رو سریع‌تر دیدیم قبل از اینکه حالا اندروید دیولپر رو بدونن این چیه ما باش کار می‌کردیم. واقعیت این درسته
چون توی فلاتر و ریاکت نیتیو شما مجبور بودید به این صورت یو آی رو تعریف کنید، ولی قضیه اینه که به انتخاب خودشون نبوده، چون توی فلاتر راه دیگه ای واسه تعریف یو آی نداشتید و توی ریاکت نیتیو راه دیگه ای نداشتید. اگه اشتباه میکنم دوستان بفرمایید. سمت اندروید که این دیکلریتیو یو آی معرفی شد با معرفی کتابخونه انکو که الان بخش لیاتش رو معرفی میکنیم، ما شاهد دیکلریتیو یو آی درون حالا کد نیتیو اندروید هم بودیم. اول از همه یکم راجع به انکو بگم که اینم باز محصول جت برین هستش. کلا وقتی که میرید سراغ کاتلین خیلی اوقات به اسم جت برین برمیخورید. خیلی از کتابخونه‌های خوب و خودشون شروع کردن به توسعه، یا اگه خودشون هم توسعه نمیدادن ازش پشتیبانی میکردن. انکو هم یکی از همین کتابخونه‌ها بود. کد انکو سمت راست دارید میبینید یه کد دیکلریتیوی هست که همه اون مزایایی که قبلا گفتیم رو داره، شامل میشه و یه ویژگی خیلی خوبی که داره اینه که پریویو هم داره. حالا مشکل پریویوش چیه؟ مشکل پریویوش اینه که متاسفانه فقط برای انکو کامپوننت میتونید از پریویو استفاده کنید و درون فرگمنت به تنهایی قابل مشاهده نیست این پریویو. که پریویو هم حالا معمولا سمت کد دیکلریتیو به این صورت امکان میگیره. حالا هم انکو هم جت پوز بخش جت پک کامپوز خلاصش کردم توی کامپوز هم به این صورت انجام میگیره که شما یه پلاگین نصب میکنید، این پلاگین میاد کد شما رو میخونه و یه پریویو واسه تون میسازه. این کار خیلی خاصی نمیکنه، ولی متاسفانه تو انکو این کار به خوبی صورت نمیگیره. یعنی فقط کامپوننت های این ویژگی رو دارن و هر تغییر کوچیکی هم که شما میدید یک بار باید این پلاگین اطلاعات رو دوباره جمع آوری کنه و نمایش بده. یعنی مثل کامپوز لایو پریویو نداریم ما. حالا مشکل اصلی انکو چی بود؟ این که خوبه، همه خوبی هم داره، ضرب مثلش یادم رفت، ولی کلن هرچی که انتظار داریم ازش رو داره. مشکلش چیه؟ اینه که بیلدینگ بلاک هاتون برای ساخته یک یو آی خیلی کوچیک هست. یکم بیلدینگ بلاک ها رو بخوام توضیح بدم. کلن شما وقتی میخواین یه یو آی بسازید، از اول شروع نمی کنید بگید این تکسی اینجاست، این ادیت تکسی اینجاست. شاید این واسه یه دوتا ادیت تکس جواب بده، شاید واسه دوتا سطر از مثلا صفحه ستینگتون جواب بده، ولی به محض اینکه شروع میکنید به تکرار کردن صفحات یو آی میبینید یه سری پترن ها تکرار میشه جاهای مختلف و یک صفحه خیلی ساده مثل صفحه ستینگ که هیچ لاجیک خاصی هم نداره، صرفا میشه از یو آی تشکیل شده، این حجم از دیتا خیلی زیاد میشه. یعنی شما مجبور شد توی صفحه ستینگ 10 تا تکست ویو تعریف کنید، 4 تا ادیت تکست تعریف کنید، یه 5 تا چک باکس تعریف کنید و حجم این دیتا انقدر زیاد میشه که عملا دوباره خوندن و نگهداری کد سخت میشه. حالا چرا میگیم بیلدینگ بلاک هاش کوچیک هست؟ ولی خب ما ابزاری هم داریم که خودمون با استفاده از این بیلدینگ بلاک های کوچیک یه سری کامپوننت های لول بالاتری بسازیم که با این کامپوننت ها بیاییم ویومون رو بسازیم. به عنوان مثال یکی از این کامپوننت ها تولبار که شما استفاده میکنیم یا تبلیغاتی که استفاده میکنیم. یه شما هر بار تو تولبار نمیدونید تعریف کنید که جای آیکون باید کجا باشه. یه کامپوننتیه گوگل زحمت کشیده دیولوفراش ساختن این کامپوننت رو، شما میان از این استفاده میکنید. ما واسه کد خودمون هم خیلی اوقات لازم میشه که همچین کاری انجام بدیم، ولی متاسفانه انکو این کامپوننت ها رو ساپورت نمیکنه. حالا چرا ساپورت نمیکنه؟ شاید ساپورت نمیکنه خیلی تعریف قشنگی نباشه، چون اول باید ببینیم مثلا انکو چی هست خودش. اینجا لازمه یه گریزی هم بزنیم که آنکو چطوری اصلا ساخته شده. این تعریف من از خود آفیشال داکیومنت آنکو برداشتم. اینه که آنکو کلا چیه؟ یک سری کاتلین اکستنشنه به علاوه یه سری پراپرتی که با هم کلا تشکیل یک سری DSL رو میدن که این DSL ها به صورت اوتوماتیک از روی android.jar جنریت شده. یعنی در واقع یک سری کده که برای اندروید، برای یو آی تولکیت اندروید جنریت شده و ما از اینا داریم استفاده میکنیم. پس قضیه این نیست که ساپورت نکنه، قضیه اینی که تا اینجا رو کاور میکنه در واقع. حالا برای ادامهش میشه چی کار کرد؟ انکور میشه اکستند کرد واقعیتا. میتونید از XML که قبلا ساختید استفاده کنید، میتونید از کدی که قبلا ساختید استفاده کنید، میتونید کامپوننت های خود انکو رو دوباره استفاده کنید، ولی فقط به چه درد میخوره؟ به درد اضافه کردن به ویوتون.
یعنی اون DSL، اون extension function ها، اون پراپرتی هایی که خود انکو اومد معرفی کرد برای ادیت کردن ویو، از اینها نمیتونید استفاده کنید در این کامپوننت ها. اینجاست که میرسیم به این مسئله که خب خودمون بریم DSL بسازیم. حالا جلوتر میگیم که راه حل بهینه، حالا نمیگیم ایدئال، راه حل بهینه چیه برای انجام این کار. انجام این کار ساخت UI هست در واقع. بیاییم چی کار کنیم برای ویوهای خودمون، حالا میتونن کامپوننت باشن، میتونن XML باشن، اینا رو جلوتر بهش میپردازیم. برای ویوهایی که خودمون ساختیم و دیگه مربوط به اندروید UI Toolkit نیستن این ویوها، بیاییم برای اینها یک DSL تعریف کنیم، همون کاری که انکو برای اندروید UI Toolkit انجام داده. اینطوری دیگه میتونیم از کاستوم ویوها یا کامپوننت هایی که ساختیم هم پشتیبانی کنیم. این کامپوننت ها و کاستوم ویو ها خودشون یه سری بیلدینگ بلاک میشن برای ساخت یو آی که به ما اجازه میدن یو آی های بزرگتر و پیچیده‌تر و سریع‌تر و راحت‌تر بسازیم. و اینکه کلاً کاتلین دی اس ال یه کامبینیشن خیلی خوبی هست با دیزاین لنگویج سیستم ها. حالا اینا اگه وقت بشه جلوتر توضیح میدیم که چی هستش. خب الان میخوام وارد بخش ساخت دی اس ال بشیم. تا اینجا کار کسی سوالی نداشتش؟ همه متوجه شد. در من سعی کردم خیلی ساده توضیح بدم. خب شکر شکر کاتلین دی اس ال چی هستش در کل؟ دیدیم که توی کیتو هم استفاده شد. در واقع جادوی کاتلین هست. حالا بخواییم توضیحش بدیم به صورت علمی چی میشه؟ این که در واقع یه هایی سر از یه جای در نیاورده و خودش یه فیچر نیستش. خودش در واقع کامپایلیشنی از چند تا فیچر مختلف هست. اولین فیچری که داریم اینه که از یه سری فانکشن ها با نامگذاری مناسب به عنوان بیلدر استفاده میکنیم. حالا جلو میبینیم که منظور از بیلدر چیه، ولی بیلدر به طور خلاصه یک فانکشنیه که یک ویو واسه ما درست میکنه، جنریت میکنه. پس یه سری فانکشن ها با نامگذاری مناسب، اینو تو جاوا هم داشتیم. این بخشی که فقط تو کاتلین داریم یه سری فانکشن لیترال هایی که رسیور قبول میکنن. این یکم شاید توضیحش سخت باشه، منم مجبورم اسکیپش کنم چون کلا این سیکشن داره که چی هستش، ولی همینقدر بدونید که یک بلاکی از کده، یک سری یک فانکشنیه. حالا میتونید اصلا به این چشم کنید که لامدا فانکشنی هست که بر روی یک رسیور اعمال میشه، یعنی به صورت کورکورانه یک بلاک از کد نیستش، یه بلاک از کدیه که مختصن واسه یک رسیور خاص نوشته شده، برای یک ویو یا یک آبجکت خاص نوشته شده. دو بخش هم هست که اکستنشن متد ها هستن که باعث میشن که ما کد آیدومتیکی داشته باشیم، اینا هم به شروطن میپردازیم، و پراپرتی اکسسور ها که باعث میشه کد کانسایسی داشته باشیم. کلن این چهار تا فیچر رو سعی شده جلوتر که سراغ کد میریم دونه دونه معرفی کنیم که کجا استفاده شده، که حداقل با این فیچر ها هم شما یکم آشنایی پیدا کنید و دیده پرکتیکالی از اینکه اینا کجا استفاده میشن داشته باشید. این چهار فیچر در کنار هم به ما این امکان داده که ما تایپ سیف بیلدر داشته باشیم. حالا تایپ سیف بیلدر هم چی هست؟ خیلی مفهوم کلی هست، ولی به این میپردازیم که خود تایپ سیف بیلدر ها به ما اجازه میدن که ما دی اس ال داشته باشیم. و در نهایت این دی اس ال به چه دردی میخوره؟ به درد اینکه یک سری آبجکت کامپلکس که ساختار موروثی دارن بسازیم به صورت دیکلریتیو. اگه نگاه کنید ویو هم شامل همچین توضیح میشه، یعنی ویو هم یک ساختار معمولا کامپلکس هست، ولی کد شما نمیدونم، که ساختار موروثی داره و ترجیحاً بهتر به شکل دیکلراتیو تعریف بشه.